پروازهای ایران ایر به مقصدهای اروپایی کنسل شد. دیروز اتحادیه اروپا 7 فرد و 7 نهاد ایرانی را به فهرست مشمولان تحریم‌هایش اضافه کرد. از جمله 3 شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و ساها. این تحریم‌ها به دلیل ارسال پهپاد و موشک بالستیک ساخت ایران به روسیه اعمال می‌شوند. اتحادیه اروپا پیشتر به ایران در این باره هشدار داده بود. ایران هم بارها ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه را تکذیب کرده بود. اتحادیه اروپا البته اعلام نکرد این تحریم‌ها از کی اجرا می‌شوند. امروز ایران ایر پروازهایش به مقاصد اروپا را لغو کرد. شرکت هواپیمایی ایران ایر پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌های کشورهای اروپایی و همچنین جلوگیری از سرگردانی مسافران در فرودگاه‌های داخل و خارج از کشور ابطال کرد. ساعتی پس از خبر تحریم‌های اروپا، گزارش‌هایی به نقل از مسافران درباره لغو برخی پروازهای ایران ایر به اروپا منتشر شده بود. پایگاه خبری تجارت نیوز در ایران نوشته بود که ایران ایر دیشب با ارسال پیامک‌هایی مسافران را از لغو پروازهایشان به اروپا مطلع کرده بود. با وجود تاکید شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر بر کنسل شدن پروازهای اروپا، هنوز مسافرانی هستند که دقیقاً نمی‌دانند وضعیت پروازشان چگونه خواهد بود. ما یک شنبه پرواز داریم 20 واسه لندن به تهران که الان با ایران ایر تماس گرفتیم. ایران ایر گفت که نمی‌دونیم چه اتفاقی می‌افته چون پرواز شما هنوز کنسل نیست، تا جمعه معلوم میشه. یعنی الان ما نمیدونیم، الان کنسل هم شده بود میتونستم یه بلیت دیگه تهیه کنم، ولی تا جمعه باید صبر بکنیم. جمعه هم تا یک شنبه 2 روز مونده، اون موقع هم باید بدوم، باید عجله کنم واسه یه بلیت جای دیگه بگیرم. خلاصه اگر هم پرواز انجام بشه و بریم ایران، باید برگشتمون کنسله، باید یه بلیت دیگه تهیه بکنیم. بسیاری پدر و مادرهایی در ایران دارند که به علت پیری یا بیماری و حتی مشکلات اقتصادی امکان سفر به اروپا را ندارند و فرزندانشان گاه گاهی به دیدن آنها می روند. من از طرف خودم و دوستان که مادران مریض، پدران مریض داریم و باید دارو و درمان یا هر خانواده دیگه که مثل ما باید کارهای اداری دارند یا پدر مادرشون رو باید برن ببینن و سر بزنن، واقعا این شرم‌آوره و باعث تأسفه که پرواز ایرانی رو برای مردم می‌بندن. بسیاری امکان سفر به ایران را ندارند، یا تبعیدی اند و یا دو تابعیتی که نگرانند به ایران سفر کنند. تنها راهی که امکان دیدار با پدر و مادرها و خانواده‌هایشان را دارند، دعوت از آنها به اروپا است. دو ملیتی ایرانی فرانسوی هستم، می‌خواستم پدر و مادرم رو واسه همین تعطیلات نوئل بیارم اینجا، ویزاشون هم گرفتن و اینکه مشکل این که سن پدر مادر من بالاست، اینا حتی برای سوار شدن همون هواپیمای مستقیم از تهران به پاریس هم مشکل دارن. یه کسی رو پیدا کرده بودم که باشون بیاد و همراهیشون کنه، ولی الان وقتی میبینم حتی پرواز مستقیم هم دیگه نیست، نمیدونم واقعا چیکار کنم. چون که خودم هم اگه برم ایران احتمال دستگیری شاید باشه شاید نباشه، نمیدونم، چون تو سایت وزارت خارجه فرانسه نوشته دو ملیتی ها بهتره که ایران نرن. سرگردانی مسافران در ایران و اروپا و پیدا کردن پروازهایی که آنها را از ترکیه و قطر و امارات به اروپا برسانند، هزینه گزافی روی دست آنها گذاشته و به فهرست بلند مشکلاتی اضافه شده که مسافران ایرانی این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت هواپیمایی ایران ایر تصمیم دیروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا را برای اعمال تحریم بر شرکت‌های هواپیمایی ایران ناقض مقررات و معاهدات بین‌المللی هوانوردی خوانده. اتحادیه اروپا اما می‌گوید مشارکت در تروریسم و جنگ غیرقانونی و تجاوزگرانه روسیه عواقب دارد. مسافران سرگردان که شاید بسیاری از آنها مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی باشند می‌گویند چرا ما توان این سیاست‌ها را بدهیم؟ مریم افشنگ، BBC.